به 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. استعفای 18 نماینده از 19 نماینده استان اصفهان در اعتراض به حذف پروژه‌های آبرسانی از بودجه. چرا دولت زنده رود را زنده نمی‌کند؟ دیدار کمیته نظارتی بازار نفت یک روز پیش از نشست اوپک. سقوط قیمت نفت خام و تصمیم قطر برای ترک این سازمان از موضوعات اصلی. بخش صدزن این برنامه با طراحی فضاهای تازه قلمرو زنان در معماری را گسترش می‌دهند. نگاهی به فرصت‌ها و محدودیت‌ها برای زنان معمار و نگاهی به نقش زنان معمار افغان در بازسازی کشور. سلام، شبتون بخیر. من رنا رحیم‌پور هستم. بحران خشکسالی و کم آبی گریبان ایران را گرفته. نبود مدیریت صحیح، مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، سدسازی‌های غیراصولی و کمی بارش از عمده دلایلی است که در چند دهه گذشته بحران کم آبی را به تهدیدی امنیتی تبدیل کرده. امروز 18 نماینده استان اصفهان در مجلس نامه استعفایشان را به هیئت رئیسه تحویل دادند. آنها میگویند دولت برای پروژه‌های تامین آب آشامیدنی استان اصفهان در بودجه سال آینده ردیفی در نظر نگرفته و به وعده‌هایش برای احیای زاینده رود هم عمل نکرده. کشاورزان اصفهانی بارها به بحران کم آبی اعتراض کردند. آنها خواهان تامین حقابه هستند و میگویند که ادامه وضعیت فعلی معیشت آنها را به خطر می‌اندازد. اعتراضی مشابه اعتراض یزدی ها و کرمانی ها. سوال اینجاست که اساساً آیا احیای زاینده رود شدنی است؟ آیا راه حلی وجود دارد که همه استانهای مرکزی ایران را راضی کند؟ بیشتر به این موضوع میپردازیم. اول گزارشی ببینیم از باران عباسی. اعتراض کشاورزان در نماز جمعه اصفهان مردم دیگه بیزارن، از دروغ ها بیزارن. اواخر پارسال آب زاینده رود کم شده و از حق آب خبری نیست. نمایندگان اصفهان در مجلس میگویند برخلاف قول وزیر نیرو در چند ماهی که از این اعتراض ها گذشته چیزی عوض نشده. امروز 18 نفر از 19 نماینده استان اصفهان این نامه استعفا را به هیئت رئیسه تحویل دادند. در بخشی از آن آمده احیای زاینده رود که هیچ، سازمان برنامه بودجه علارغم پیگیری بسیار زیادی که انجام شد حتی از گذاشتن اعتبار در ردیف مرتبط با تامین آب شرب که در سال جاری تا مرز بحران پیشرفت خودداری کرده. این بخشی از فیلم تبلیغاتی پایگاه اطلاع رسانی دولت از سفر حسن روحانی به اصفهان است، 4 سال پیش. اما راجع به آب اصفهان که مهمترین مسئله اصفهان است و این تونل 23 کیلومتری بعد از 20 سال الحمدلله امروز حفاریش پایان یافته است و توسط پمپاژ موقت آب در این تونل در این روز جاری شده است. اشاره به تونل کوهرنگ که فاز 3 آن برای انتقال آب از کوههای زاگرس به زاینده رود هنوز اجرایی نشده. ناصر موسوی لارگانی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان میگوید دلیلش سوء مدیریت است. زمانی که کلنگ احداث تونل سوم کوهرنگ بر زمین زده شد به این فکر نکردند که این تونل نیاز به سد دارد تا کار احداث سد و تونل را 25 سال پیش همزمان آغاز کنند. از سال 94 اقدام به ساخت سد کوهرنگ کردند که با گذشت 4 سال تنها 25% آن به اتمام رسیده است. اما احداث این تونل هم دور از جنجال نبوده. اینجا شهر کرد است و اعتراض مردمی که میگویند انتقال آب از تونل کوهرنگ بی عدالتی در حق مردم اینجاست. از طرف
طرفی بسیاری از اصفهانی ها هم مخالف انتقال آب به یزد هستند. و بارها لوله های انتقال آب به این استان را تخریب کرده و باعث قطع آب آشامیدنی شدند. اسفند 96 مردم قصد تخریب قطع لوله آب یزد دارن که یکا میشه با مردم درگیر شده. در استانی که کم آبی باعث مهاجرت بسیاری از مردم از روستاها به شهرها شده. سیاست‌های حاکمیت در تقسیم آب شهروندان را در مقابل هم قرار داده، از اهواز و سامان تا یاسوج و کازرون و برازجان. بحرانی که در چشم حاکمیت به مشکلی امنیتی تبدیل شده، حالا با استعفای دست جمعی نمایندگان اصفهان ابعادی تازه به خود گرفته. بحرانی که شهروندان را در یک جا کفن پوش کرده و در جای دیگر به اذان نشانده. باران عباسی، بی بی سی. فرزانه بزرپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری و مدیریت منابع آب از ترندهایم در نروژ با ماست. خانم بزرپور، از پیشینه و گستره پروژه های انتقال آب از سرچشمه های کارون شروع بکنیم. اگر به ما توضیح بدید که اساساً این طرح از کجا شروع شد که ما رو به امروز رسوند؟ خب این طرح انتقال آب که مربوط هست به تقریباً 2 دهه پیش، همونطوری که در گزارش شما اومد و آقای روحانی اشاره کرد، مربوط هست به تقریباً 20 سال پیش پروژه آغاز به کار کرد و دولت هایی که بر سر کار اومدن سیاست هاشون رو بر این معنا قرار دادن که انتقال آب رو از سرچشمه کارون از کوههای زاگرس برای انتقال آب به منطقه اصفهان، یزد و مناطق در واقع مرکزی ایران صورت بدن. اما اون چه که به حالا فارغ از بحث فنیش که خب حتی اگر بگیم چرا اینقدر طولانی شد و اینها، متاسفانه از ابتدای کار هیچ ارزیابی محیط زیستی، ارزیابی اجتماعی اقتصادی که طبیعتاً نیازمند برای این پروژه بود صورت نگرفت و پیامدهای زیانبار محیط زیستی این پروژه و تأثیرات اقتصادی اجتماعی که روی در واقع استانهای مبدأ سرچشمه در واقع این انتقال آب صورت میگرفت برشون توجه بهش نشد. الان میبینیم که پیامدهاش روی به حال منطقه خوزستان، روی چهارمحال بختیاری ما داریم میبینیم و خب از اون طرف اعتراضاتی هم که در استانهای مقصد میشه به خاطر که انتظار داشتن خیلی زودتر این پروژه به بهره برداری برسه. اما متاسفانه پروژه های انتقال آب یک سری راه حل های موقتی هستن و نمیشه به عنوان یک راه حل پایدار برای یک کمبود آب در مناطق مرکزی بهش نگاه کرد. اما متاسفانه دولت این با وعده هایی که در دولت های مختلف با وعده هایی که در طول این 20 سال دادن، این نیاز و این انتظار رو در استان هایی مثل اصفهان و یزد ایجاد کردن که الان از دولت در واقع تحقق وعده هاش رو مطالبه می کنن. انتقادی که به حسن روحانی میشه درباره اینکه نتونسته زاینده رود رو احیا بکنه، اساساً آیا میشه احیا کرد زاینده رود رو از دید شما؟ احیای زاینده رود به هر حال ما بایستی در نظر بگیریم که منطقه استان اصفهان در حال حاضر با کاهش جدی بارش مواجه هست و جزو استانهایی هست که رود پرآبی ازش نمیگذره و به خاطر همین نیازمند و وابسته است به در واقع این انتقال آب. اما اینکه ما این انتقال آب رو هدفمون چیه؟ آیا صرفا احیای زاینده روده یا نه؟ ما میخواییم برای مصرف کشاورزی این انتقال آب رو صورت بدیم. اگر اولویت بندی دولت برای در واقع هدف گذاریش برای این انتقال آب روشن بشه و خیلی شفافتر راجع به برنامه‌اش صحبت کنه، میشه گفت که میشه پیش بینی کرد که آیا ما با احیای زاینده رود در واقع مواجه خواهیم بود یا نه. صرفا این انتقال آب برای صنایع آب بر مثل فولاد مصرف خواهد شد و کشاورزی کم بازدهی که در حال حاضر در اصفهان شاهدش است.
خانم بسپور، آیا راه چاره اصولی وجود داره به غیر از این راه حل‌های کوتاه مدت که ممکنه حالا چند ماهی صدای اعتراض عده‌ای در یک استان رو آروم بکنه؟ حقیقت این هست که اون چه که نیازش احساس میشه در حال حاضر که ایران با خشکسالی جدی مواجه هست، تغییر الگوی معیشت هست در استانهای مرکزی کشور و استانهایی که با خشکسالی دست و پنجه نرم میکنن. این که این مناطق بایستی اولا با الگوی اصلاح الگوی کشاورزی، مصرف از هدر رفت آب به شدت جلوگیری کنن، مصرفشون رو کاهش بدن، مصرف آب در این استان‌ها از حوزه کشاورزی و صنعت بایستی کاهش جدی پیدا کنه و انتقال آب بایستی صرفاً برای مقاصد تأمین آب شرب و مصرف شهری مد نظر قرار بگیره. در مورد مضاعف سازی ظرفیت‌های اقتصادی محلی هم بایستی برنامه‌ریزی‌های جدی در استان‌های مرکزی ما صورت بگیره، یعنی ما باید از وابستگی به منابع آب و خاک انتقال پیدا کنیم به بحث وابستگی به صنایع خدماتی، وابستگی به توریسم و در واقع الگوی معیشت رو در این استان‌ها به تدریج تغییر بدیم، چون به هر حال ما بایستی این رو بپذیریم که در شرایط خشکسالی قرار داریم و کشاورزی ما در حال حاضر مثل گاو پیری میمونه که دیگه نمیشه ازش انتظار شیر داشت. مشکل اینجاست که در بسیاری از این استان‌ها هزاران نفر از طریق کشاورزی دارن کسب روزی می‌کنند و بحران تبدیل به یک بحران امنیتی میشه اگر این هزاران نفر کارشون رو از دست بدن. چطور میشه الگوی کشاورزی رو اصلاح کرد بدون اینکه هزاران نفر بیکار بشن و گرسنه بمونن؟ همینطوره. کار ساده‌ای نیست. اون چه که نیاز هست، ما بایستی به اقتصاد جهانی متصل بشیم. در حال حاضر FAO، سازمان غذای جهانی، طرح‌های بسیار جدی رو در آفریقا در حال انجام داره که کمک کنه برای این در واقع اصلاح الگوی کشاورزی و این مضاعف سازی اقتصاد محلی. اما این رو هم باید در نظر بگیرید که این هزاران کشاورزی که در استان اصفهان هستند به دلیل دسترسیشون به تریبون‌های رسانه‌ای و خب حضور نمایندگان جدی‌تری در مجلس صدای بلندتری دارن، اما به هر حال اینها یک در واقع اقلیت در واقع صنفی محسوب میشن در مقایسه با مثلا وضعیتی که ما در خوزستان شاهدش هستیم. در خوزستان بسیاری از مردم به دلیل عدم دسترسی به آب شرب سالم در خیابان‌ها هستند یا مشکلاتی که به دلیل در واقع انتقال آب از در واقع از منطقه از سرچشمه‌های کارون به مناطق دیگه متوجه محیط زیست به منطقه خوزستان شده و مشاهدیم که در طول یک سال گذشته تقریبا استان خوزستان و شهر اهواز هر روز با یک در واقع حضور جمعیتی در خیابان‌هاش مواجه بوده. این بایستی به هر حال نبایستی همونطور که در گزارش شما هم اشاره شد نبایستی مردم رو در مقابل هم قرار داد. سیاست‌های دولت بایستی یک نگاه پایدار نسبت به توسعه و محیط زیست داشته باشه و با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی برنامه‌های توسعه‌اش رو تنظیم کنه. این که ما در منطقه مرکزیمون صنایع داریم و یا کشاورزی میکنیم، خب با شرایط اقلیمی ما همسو و سازگار نیست. چرا ما این صنایع رو منتقل نکنیم به مثلا استانی مثل کردستان که خب منابع آب محلی داره؟ بله. ما متاسفانه نگاهمون امنیتیه در مورد حتی صنایعمون و میترسیم که یعنی دولت تو تمام این سالها حاکمیت ترسیده از این که در واقع حوزه های استراتژیکش رو صنایع و بخش کشاورزیش رو انتقال بده به مرزها، اما خب این نتیجهش میشه امروز. متشکرم. فرزانه بسپور، پژوهشگر سیاست گذاری و مدیریت ها.
یک روز پیش از نشست وزیران نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، وین پایتخت اتریش میزبان نشست کمیته نظارتی بازار نفت بود. با کاهش قابل توجه قیمت نفت خام در دو ماه گذشته، اوپک باید در مورد میزان تولید تصمیم بگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته امیدوار است میزان تولید اوپک کم نشود. وزیر نفت عمان اما پیشتر گفته بود اعضای اوپک و غیر اوپک بر سر کاهش تولید نفت اتفاق نظر دارند. خبرنگار ما بهرنگ تاجین از مقر اوپک در وین با ماست. بهرنگ، برخلاف بسیاری از انتظارات با وجود کاهش تولید نفت ایران قیمت‌ها کاهش پیدا کرد، بالا نرفت، علتش چیه؟ علتش عرضه و تقاضاست. ببین، دو تا اتفاق افتاده. یکی این که به نظر میاد نرخ رشد اقتصاد دنیا و به تبع تقاضا برای نفت خام داره کم میشه، و از طرف دیگه از همون بهار امسال که با شروع دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران صادرات نفت ایران رو به افول گذاشت، تولید کننده های دیگه نفت هم در داخل اوپک و هم در خارج اوپک شروع کردن به افزایش تولید، چیزی که ایران به شدت از این موضوع ناراحته و نماینده ایران در اوپک آقای حسینی کاظم‌پور اردبیلی هم گفته که کمیته نظارتی اوپک و غیر اوپک، کمیته نظارت بر بازار نفت، چراغ سبز نشون داده از همون بهار امسال به تولید کننده هایی که ظرفیت بلا استفاده داشتن که تولیدشون رو ببرن بالا برای جبران این. و اتفاقی که افتاده اینه که از اون موقع تا الان به نظر میاد تولید نفت عربستان یه چیز حدود 1 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده، و همین باعث شده که حتی به گفته خود عربستان عرضه مازاد، عرضه بیشتر از تقاضا در بازار وجود داشته باشه. و این وقتی چنین اتفاقی میفته، شما میبینید که توی دو ماه قیمت نفت از بشکه حدود 85 دلار به حتی زیر 60 دلار سقوط میکنه. تصمیمات مهمی فردا باید گرفته بشه در اجلاس اوپک و عربستان همطور که اشاره کردی یکی از طرف‌های مهم این تصمیم گیری است. عربستان با چه موضع و در چه موقعیتی داره وارد این اجلاس میشه؟ ببین، عربستان از دو طرف تحت فشاره. از یک طرف همین چند ساعت پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توییت کرد که اوپک باید تولید نفتش رو پایین نیاره، و در کنار این برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران همین امروز در وین یک ملاقاتی داشته با خالد فالح وزیر نفت عربستان، که به نظر میرسه توی اون ملاقات این نکته رو خواسته آمریکا به عربستان یادآوری کنه که شما مثل ما میخواهید که فشار بیشتری به ایران بیاد و تحریم ها علیه ایران موثرتر باشه، کاهش تولید نفت اوپک به ضرر این قضیه است و فشار رو بر ایران ممکنه کم بکنه. اما از اون طرف نه فقط ایران، بلکه بقیه اعضای اوپک هم و حتی کشورهای غیر عضو اوپک هم به شدت نگران کاهش قیمت نفت هستند، به خاطر اینکه نفت شریان حیات اقتصاد خیلی از این کشورهاست، و خیلی حتی صحبت از این میشه که عربستان به نظر تکرو میاد، به نظر خودمحور میاد، خودش تصمیم میگیره که مثلا تولید نفتش رو بالا ببره، و اگه گزارش‌ها و تخمین‌ها درست باشه ماه نوامبر، همین ماه گذشته میلادی که چند روز پیش تموم شد، تقریبا 1 میلیون بشکه بیشتر از سهمیه‌ای که 2 سال پیش برای عربستان از طرف اوپک تعیین شده بود نفت تولید کرد. و این شرایطی اتفاق میفته که قطر همین 2-3 روز پیش اعلام کرد که داره از اوپک خارج میشه. در نتیجه بقیه اعضای اوپک اگر که عربستان جلوی کاهش تولید و به همین ترتیب افزایش قیمت یا حداقل ثابت کردن قیمت بیسته و مقاومت کنه، ممکنه اونها هم راهی رو برن که قطر برن. قطر رفت. در نتیجه به نظر میاد که عربستان الان تو این دوراهی ممکنه تلاش کنه که توی بیانیه‌ای که توی نشست فردای
وزیران اوپک همینجا تو همین ساختمون دبیرخانه اوپک برگزار میشه، تلاش کنه تو بیانیه پایانی از یک ادبیات مبهمی استفاده کنه که هم آمریکا رو به نوعی راضی نگه داره و هم بقیه اعضای اوپک. متشکرم بهرنگ تاجین، خبرنگار ما از وین. مؤسسه اقتصاد و صلح ششمین گزارش سالانه تروریسم جهانی را برای بررسی تاثیر تروریسم بر 163 کشور جهان در سال 2017 میلادی منتشر کرده. بر اساس این گزارش افغانستان در سال گذشته میلادی بیشترین تعداد قربانی را داشته. گروه داعش هم با وجود ضرباتی که در خاورمیانه متحمل شده، همچنان به عنوان خطرناکترین گروه تروریستی جهان شناخته میشه. در این حال گزارش میگوید تلفات حملات تروریستی در جهان در مقایسه با 4 سال پیش حدود 44% کاهش یافته. از استیو کیلی مدیر مؤسسه اقتصاد و صلح درباره علت این کاهش پرسیدم. دو عامل باعث این کاهش بودند. یکی نابودی داعش که در عراق و سوریه میدان را از دست داد و منابع درآمدیش هم از میان رفت. داعش دیگر پولی ندارد که به آدمهایش بدهد و جنگجویانش دارند به کشورهایشان بر میگردند. در اروپا شاهدیم که تدابیر امنیتی باعث کاهش حملات شده. ارتش نیجریه در مقابل گروه بوکو حرام دست بالاتر را حفظ کرده. با همه اینها 67 کشور حداقل یک کشته در جریان عملیات تروریستی داشتند. 19 کشور هم بیش از 100 نفر را از دست دادند و 5 کشور هم بیش از 1000 نفر. لذا از یک جهت کاهش حملات تروریستی باعث خوشحالی است، اما از طرف اعداد و ارقام مسئله هنوز بسیار جدی است. شما در تحقیقتون به یک فهرست 163 کشوری پرداختید. ایران در این 163 کشور 44 شده. با توجه به وضعیت منطقه به نظر میاد که جایگاه خوبی داره ایران. Well, if you look at what's going on in the region and some of the issues it has with some of its neighbors, اگر نگاهی به منطقه داشته باشید و اطراف ایران را در نظر بگیرید، بله، جایگاه خوبی دارد. در سال 2017 ایران 35 کشته در جریان حملات تروریستی داشت و سال قبلش فقط 9 کشته. با در نظر گرفتن محیط منطقه‌ای ایران این وضع خوبی است. به عنوان مثال عراق در همسایگی در سال 2017 4200 کشته داشت. بر اساس گزارش شما افغانستان بیشترین آمار کشته‌های ناشی از فعالیت‌های تروریستی رو داشته، حتی از عراق هم پیشی گرفته. چرا این اتفاق افتاده؟ کاملا به جنگ ربط دارد. 4600 کشته در سال 2017 در افغانستان که مشابه سال قبلش است. تعداد کشته ها در افغانستان ارتباط مستقیمی با حجم عملیات نظامی دارد. از سال 2002 تا به حال به غیر از 2 سالی که ارقام کاهش نشان دادند، تعداد کشته ها در میدان جنگ و تعداد کشته های ناشی از عملیات تروریستی در افغانستان به طور شانه به شانه افزایش داشتند. بر اساس گزارش شما کشته های ناشی از تروریسم بر اساس یافته های شما کسانی که در پی حملات تروریستی اسلامگرایان افراطی کشته شدن در سال گذشته تعدادشون کم شده، در مقابل حملات راست افراطی افزایش پیدا کرده. درباره این بیشتر به ما بگید. در اوایل قرن حاضر تروریسم راست افراطی در اروپای غربی و آمریکا عملا وجود خارجی نداشت، اما در 4 سال گذشته شاهد رشد این پدیده بودیم. در سال 2017 59 حمله صورت گرفته توسط راست افراطی به کشته شدن 17 نفر انجامید. تروریسم راست افراطی توسط عناصر نجات پرست سفید پوست یا مسلمان ستیزها صورت می گیرد. استیو کیلی بود، مدیر مؤسسه اقتصاد و صلح. دادستان‌های ترکیه برای 2 مقام بلندپایه پیشین عربستان و از نزدیکان ولیعهد این کشور حکم جلب صادر کردند. دادستان کل استانبول گفته این 2 نفر مظنونند که در طراحی و اجرای قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی، دست داشتند. رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم امروز گفت تحقیقات بین‌المللی در این باره ضروری است. ژیار گل گزارش می‌دهد. قتلی که صدای یک منتقد ولیعهد عربستان سعودی را خاموش کرد، اما آغازی شد برای انتقادات و فشارهای بیشتر. این تصویر 2 ماه پیش جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی است که با پای خود به قتلگاهش در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول رفت. امروز یکی از دادستان‌های استانبول خواهان صدور حکم جلب برای 2 مقام ارشد پیشین عربستان شد.
ژنرال احمد اسیری، معاون سابق اطلاعات برونمرزی و سعود قحطانی، مشاور خانواده سلطنتی، هر دو از نزدیکان محمد بن سلمان. دادستان این دو را طراح و عامل قتل جمال خاشقچی معرفی کرده است. امروز رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم خواهان تحقیقات بین المللی در باره قتل جمال خاشقچی شد. معتقدم تحقیقات بین المللی برای روشن شدن واقعیت ضروریه تا بدونیم چه کسایی مسئول این قتل شنی بودند. باید این رو هم بگم که حمایت از روزنامه نگارا از اولویت های ماست. اما در آمریکا متحد دیرینه عربستان سعودی صداهای متضاد شنیده می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور می گوید شاید محمد بن سلمان در قتل خاشقچی دست داشته باشد و شاید هم نه. وزیر خارجه آمریکا هم با رئیسش هم عقیده است. هیچ گزارشی وجود نداره که ولیعهد عربستان رو مستقیما به قتل جمال خاشقچی وصل کنه. اما چند تن از سناتورهای با نفوذ آمریکا که دیروز با رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا دیدار کردند، نظر متفاوتی دارند. این سناتورها به نوار صوتی گوش دادند که ترکیه میگوید هنگام قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان ضبط شده است. یکی از آنها این سناتور جمهوری خواه و از متحدان رئیس جمهوری آمریکا است. با زبان کنایه‌آمیز میگوید گرچه دود سلاح دیده نمی‌شود، اما صدای اره واضح است. اشاره به گزارش‌هایی از قطعه کردن جمال خاشقچی با اره برقی. عربستان سعودی 11 نفر را به اتهام دست داشتن در قتل جمال خاشقچی بازداشت کرده، اما رئیس کمیته خارجی سنای آمریکا هم ولیعهد این کشور را مسئول این قتل می‌داند. شکی ندارم که محمد بن سلمان دستور قتل خاشقچی را صادر کرده و بر اجرای اون هم نظارت کرده. اون میدونه دقیقاً چه اتفاقی افتاده. اگه بذاریمش مقابل یک هیئت منصفه، در عرض نیم ساعت محکومش می‌کنن. یکی دیگر از سناتورهای آمریکایی که به این نوار صوتی گوش داده، این سناتور با نفوذ دموکرات است. تنها پاسخی محکم از طرف آمریکا این پیام روشن را به سعودی ها خواهد داد که چنین رفتاری در جامعه جهانی غیر قابل قبول است. حالا برخی از سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات آمریکا هم صدا شدند. آنان خواهان پایان کمک های نظامی آمریکا به عربستان سعودی در جنگ یمن هستند. جنگی که محمد بن سلمان عربستان سعودی را به آن کشاند. ژیورگل، بی بی سی. دیروز در آستانه روز دانشجو، شماری از دانشجویان ایران در چند دانشگاه از جمله امیرکبیر و نوشیروانی بابل تجمعاتی برگزار کردند. آنها در حمایت از کارگران معترض شرکت نیشکر هفت‌تپه و کارگران مجتمع فولاد اهواز شعارهایی دادند. اقدامی که گرچه قدردانی شماری از کارگران را به دنبال داشت، اما آنطور که فیروزه اکبریان در گزارشش می‌گوید، در مواردی به درگیری و برخورد هم انجامید. دانشگاه امیرکبیر تهران دیروز شماری از دانشجویان شعارهای اعتراضی سر می‌دهند. آنها در حمایت از معلمان و کارگران زندانی پلاکاردهایی حمل می‌کنند. در مقطعی اما کار به درگیری بین دانشجویان بسیجی و دانشجویان معترض می‌کشد. چند صد کیلومتر آن طرفتر در دانشگاه نوشیروانی بابل در شمال کشور هم دانشجویان گرد هم آمدند. آنها هم بخشی از دغدغه هایشان را با خواسته های صنفی معلمان و کارگران گره زده اند. خواسته‌ای که از کارگران هفکو، هفت‌تپه و فولاد خوزستان هم نیست شده. خواسته‌ای که از کشاورزان ایران هم نیست شده. خواسته‌ای که از معلمان و آموزگاران ما هم نیست شده. و به شما بگویم که این خواست‌ها متن اصل 43 قانون اساسی این کشور است. خواسته های آنها البته بسیار متنوع است، از رفع مشکلات اقتصادی گرفته تا افزایش اختیارات نهادهای انتخابی و حتی آزادی رهبران جنبش اعتراضی سال 88. پیام ما روشنه، پس باید بشکنه. پیام ما روشنه، پس باید بشکنه. شماری از رسانه های اصولگرا به تجمع های دانشجویی واکنش نشان دادند، از جمله خبرگزاری فارس که تجمع دانشگاه امیرکبیر را بدون مجوز و ساختارشکنانه خوانده. دانشجویان ساختارشکن در این تجمع چند تن از دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادن و همینطور یکی از دانشجویان دختر از ناحیه سر آسیب دید.
خبرگزاری آنا هم به نقل از دبیر تحکیم وحدت گفت اعضای تشکل‌های دولت ساخته در دانشگاه صنعتی امیرکبیر امسال جست مارکسیستی گرفتند و با در دست داشتن دستنوشته‌های تجمع بدون مجوزی برای حمایت از کارگران برگزار کردند. کارگران نیشکر هفت‌تپه بیش از یک ماه است که به آنچه مشکلات بی‌پایان این شرکت می‌دانند اعتراض دارند. آنها همچنین با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواهان پرداخت دستمزد عقب افتاده‌شان هستند. کارگران مجتمع صنعتی فولاد اهواز هم در کمتر از یک ماه گذشته به دلیل اعتراض به وضعیت معیشتشان به خیابان‌ها آمده‌اند. امروز شماری از کارگران مجتمع فولاد اهواز از دانشجویان به خاطر همراهی با اعتراضهایشان قدردانی کردند. شماری از آنها هم با تجمع در بازار امام و خیابانهای شهر اهواز از همبستگی گفتند. اعتراض‌های معلمان و کارگران در ایران چند ماهی است که ادامه داشته. گاهی در اعتراض به وضع خودشان، گاهی در اعتراض به شرایط نامساعد سایر اصناف. هفت‌تپه را زندانی کردند. فردا ما را هم زندانی می‌کنند. همه اینها در شرایطی است که رئیس جمهوری ایران همچنان معتقد است اوضاع به آن بدی هم نیست. شرایط امروز کشور ما بحرانی نیست، اما بسیار سخته. سخنانی تکراری در جمع‌های دانشجویی. شماها آزادانه بتونید مطالب خودتون رو بیان کنید و من هم باید در برابر نقد شما و انتقاد شما گوش شنوا داشته باشم. چه اعتراض‌ها به گوش آقای روحانی رسیده باشد، چه نرسیده باشد، فاصله سخنان رسمی در تشویق نقد تا ایجاد فضای آزاد برای انتقاد دست کم به اندازه فاصله تهران تا سمنان است. فیروزه اکبریان، بی بی سی. امشب آخرین شب از 60 دقیقه های ویژه ما برای برنامه صد زن با نگین شیراقایی همراهش. ممنون رعنا. به صد زن امشب خوش اومدید. قراره که از معماری حرف بزنیم، از دنیای مردونه‌ای که زنها تلاش میکنن جای پای خودشون رو در اون محکم کنن، با معماران زن موفق ایرانی که در داخل و ایران و خارج کار میکنن آشنا میشیم. همینطور برای گفتگو در این مورد گیسو حریری معمار از نیویورک همراه ما خواهد بود و نگار حکیم محقق و استاد دانشگاه در زمینه تاریخ معماری مدرن از وین اتریش. مهمانان ما از تجربه های خودشون خواهند گفت در مورد معماری. در پایان برنامه امشب هم به مناسبت آخرین شب صد زن نمایش مفهومی کوتاهی خواهیم داشت مرتبط با موضوع برنامه. معماری رشته ایه که هرچند زنان بسیاری در اون تحصیل کردن، اما در فهرست معماران نامدار نام زنان زیادی به چشم نمیخوره. در طول سالیان متمادی این رشته مردانه بوده و عملا تا پایان قرن 19 میلادی زنها نقش زیادی در این زمینه نداشتن. اما با تمام مشکلات رشد و موفقیت زنان در رشته معماری رو نمیشه نادیده گرفت. در ایران هم معماری از رشته های مورد علاقه زنانه و تعداد دانشجویان در این رشته در مورد زنان بیشتر از مردانه. آنایتا شمس پای صحبت یکی از معماران زن ایرانی نشسته. معمار بودن بیشتر از یک تایتل شغلیه. به نظر من معمار بودن یک سبک زندگیه. وقتی که شما معمار هستی فقط تو دفتر کارت شغل تموم نمیشه. برمیگردی خونه داری بهش فکر میکنی، بعد شب میخوابی داری بهش فکر میکنی. سال 80 که شروع کردم در واقع خودمو با مسابقات معماری یه مقداری محک زدم و شروع کردم به تمرین کردن و تجربه کردن. من همیشه دلم میخواد که به خصوص توی خونه های مسکونی که در واقع تعداد بیشتری از مردم رو شاید بتونه که درگیر خودش بکنه، یک کیفیت متفاوت ایجاد بکنم که بتونم اون کسی که توی اون خونه زندگی میکنه رو بتونم یه جورایی غافلگیر بکنم، بهش یک فضای، یک چیز اضافه تری بهش بدم، یه چیزی که قبلا تجربه نکرده.
ساختمان 40 گره یه خونه آجوری بود. خب این خونه شانس اینو داشت که بره جایزه آقا خانو و اونجا جزو اون 19 نفر نامینیتی بشه که خب از تمام دنیا پروژه زیادی میاد. یک فردی از یک قشر متوسطی کارفرمای ما بود، ولی خیلی جالب بود که میگفت من اعتقاد دارم به معماری و دلم میخواد که با یه بودجه کمی یه ساختمونی داشته باشم که ارزش‌های معماری داشته باشه. بنابراین کاملا میخوام فرهنگ رو از اقتصاد جدا بکنم. نمیخوام بگیم که معماری یک چیز لاکچری ابدا نیستش که فقط متعلق به یک قشر خاصی از جامعه باشه. زن بودن شاید دایره کارفرمای منو محدودتر میکنه، یعنی اینکه من باید با کارفرمایی کار بکنم که به یک سطح فرهنگی رسیده باشه که بتونه با یه خانم معمار بتونه تعامل بکنه. خب این خیلی سخت و پیچیده نیست، چون فقط میتونه تأثیر بذاره روی بحثای کمی، روی بحثای کیفی نمیتونه تأثیر بذاره. در پروژه آخرم که خانه تقریب هست، یک نمایی سبز دارم، یک باغ عمودی روی نما هست. با اینکه پروژه خیلی کوچیکه، منتها چون کارفرما خیلی به فضای سبز علاقه داشت، فکر کردم که این فضای سبز رو ببریم روی نما و بعد بردیم روی پشت بام. درسته که این پروژه خیلی کوچیکه و این پروژه شاید اصلا نبتونه روی کیفیت هوا تاثیر بذاره، نبتونه روی زیستگاه پرنده ها تاثیر بذاره، ولی دلم میخواستش که یک پروژه انتقادی باشه به وضعیت موجود. یک نمایی داره که در این نما 3000 قطعه چوبی استفاده شده و هر کدوم از این 3000 قطعه با دست بریده شدن در اندازه های مختلف و بعد من به افراد گفتم، این آزادی رو دادم که سر اون قطعه ها رو به هر شکلی که میخوان، البته در یک آزادی محدودی، یعنی ما یه دستورالعملی تعریف کردیم و گفتیم که میتونین اینا رو شکل بدین و کارگرها خیلی خوشحال بودن به خاطر اینکه از اون کار روتینی که همیشه مرتب انجام میدن از اون فاصله گرفتن و احساس کردن که در یک پروژه معماری، در یک کار هنری دارن مشارکت میکنن و سهم دارن. من فکر میکنم که خانوم ها یه وقتا خودشون آگاهانه میخوان که در یک حاشیه امنی قرار بگیرن، یعنی نمیخوان به عنوان نفر اولی باشن که اون، چون نفر اول بودن ریسک باید بکنی، مسئولیت باید بپذیری. یعنی به نظر من این عوامل محدود کننده خیلی وقتا بیرونی نیستن، کاملا درونی هست. یعنی انتخاب خود خانم هاست، حالا که معلوم نیست که از کجا ناشی میشه، شاید این تهنشین های فرهنگ مردسالاریه که اعتماد به نفس شاید بعضی خانم ها رو کمتر میکنه. ولی خب ببینین، سال 2016 که جایزه آقا خان برگزار شد، هر سه پروژه‌ای که از ایران رفت و منتخب جایزه آقا خان شد، در هر سه پروژه نام خانم ها بود. به نظر من این خیلی میتونه برای خانم امیدوار کننده باشه و خیلی خبر خوبیه. نگار حکیم، محقق و استاد دانشگاه در زمینه معماری، و گیسو حریری، معمار ایرانی مقیم آمریکا که با خواهرش در نیویورک شرکت معماری بسیار موفقی دارن، شرکت حریری رو اداره میکنن، اینجا با من همراه هستن. خانم حکیم، میخوام از شما شروع بکنم، برای اینکه میدونم تحقیقات گسترده ای روی معماران زن ایرانی انجام دادین. میخوام کمی فضا رو برای ما روشن کنید که ما چقدر حضور زنان در عرصه معماری ایران فعال بوده. سلام به شما به همگی. راستش حضور زنان میخوام در سطح بین‌المللی مقایسه کنم در زمینه معماری. الان بیش از 100 سال نیست که خانم‌ها میتونن اصلا تحصیلات دانشگاهی داشته باشن. این در ایران برمیگرده به حدود نیم قرن. حدود نیم قرنه که خانم‌ها میتونن اصلا دانشگاه تحصیل کنن. بنابراین این تجربه‌ای که آقایون داشتن و میتونستن در چندین نسل در خاطر معماری بزنن، خانم‌ها تازه دارن. حدود یه نسل، یک نسل نیمه که تازه میتونن در خاطر معماری بزنن و در تراز اول کار کنن. ولی حضورشون توی دفاتر معماری خیلی قویه توی ایران. خانم حریری، شما چون میدونم در ایران هم کار کردید، برام جالبه که بدونم که در این فرصت کوتاه زنهای ایرانی پروژه هایی که حداقل ما به عنوان مخاطب به چشم میبینیم، پروژه های بسیار جالب تری، مثلا از جمله پل طبیعت در تهران که پل منحصر به فردی است که حالا تبدیل به جاذبه گردشگری برای خودش شده. آیا به نظر شما تفاوتی بین نگاه زنان به معماری و مردان وجود داره؟
با درود بر بینندگان و سپاس از شما که منو دعوت کردین که باهاتون همراه باشم. میخواستم بگم که والا ما فکر میکنیم حتما یه تفاوت نگر و نگاه به معماری بین زنهای معمار و مردهای معمار حتما وجود داره، به خاطر اینکه معماری یه تکمیلی از تجربه های هر معمار و تجارب زنها و مردها با هم خیلی فرق داره. احساسی که از فضا، از نور، از درون، از خارج، از جامعه دارن با احساس و تجربه های مردها فرق داره و خب این حتما اثر خواهد گذاشت در معماری که میکنن. خانم حکیم، نظر شما چه هست؟ بله، منم دقیقا موافقم. برخورد خانم و برخورد آقایون با معماری کاملا متفاوته. از دید من هر کدوم یک سری اولویت هایی دارن وقتی که طرح میدن. خانوما بیشتر از جنس ادلین نرم، اگه بخوایم حالا به انگلیسی بگیم سافت فکت، دارن کار میکنن. آقایون بیشتر با اعداد و ارقام کار دارن. به خاطر همین این توی طرح ها دیده میشه. خانوما بیشتر، همونطوری که خانم مجدآبادی هم گفتن، بیشتر میخوان یک احساسی رو توی فضا ایجاد کنن. آقایون بیشتر میخوان بیشتر با اعداد و ارقام کار کنن. برای همین منم موافقم که برخورد خانم ها با آقایون کاملا متفاوته با معماری. خانم حیری، شما جزء اون معدود زنان موفق معماری هستید که در رده های خیلی بالا جای گرفتید. چقدر سخت بود رسیدن به این نقطه؟ والا موفقیت در معماری برای تمام معماران و به خصوص زنان معمار خیلی مشکله، به خاطر اینکه یک حرفه مردانه است و سختی زمانی که ما شروع کردیم به تحصیل و کار این بود که مشخصا می‌دیدیم که در دانشگاه توجه به شاگردان مرد زیادتر بود. تمام جوایز، شناسایی‌ها از شاگردان مرد بود و ما دقیقا نمیتونستیم بفهمیم که این به چه دلیلیه. فکر میکردیم شاید ما درست با فرهنگ اینجا آشنا نیستیم، ولی به این نتیجه رسیدیم که مهمترین اینه که هر معمار باید برای خودش تعریف کنه که معماری چیه و به چه دلیلی دنبال معماری میره. راه معماری راه خیلی مشکلیه برای همه و خب ما به این نتیجه رسیدیم یکی از دلایلی که واقعا شاید پروژه های ما رو نمیفهمیدن زن بودن ما بود. یه دلیل دیگه این بود که ما دو تا خواهر بودیم و فرهنگمون و افکارمون و کارامون با همه فرق داشت و متاسفانه چون همونطوری که گفتن در معماری ما الگو و نمونه زن معمار در تاریخ خیلی کم داریم، مشکل برای زنان معمار که یه راه و روشی رو پیدا کنن و یه رول مدلی داشته باشن که بتونن دنبال روی اون بشن. و به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم که حتما شرکت خودمون رو باز کنیم و شریک مرد نداشته باشیم و در ضمن شروع کنیم به درس دادن در دانشگاه ها، به خاطر اینکه کمبود بود. خیلی نکته های جالبی اشاره کردیم، برمیگردیم به این موضوعات، با ما همراه باشید. اما در دو سال اخیر بیش از 2400 دختر در رشته‌های مختلف مهندسی از دانشگاه‌های افغانستان فارغ التحصیل شدند. تعداد دختران دانشجوی معماری همیشه کمتر از پسران بوده، اما در این اواخر دختران فارغ التحصیل این رشته تونستن که در کابل فرصت‌های شغلی مناسبی به دست بیارن. نسرین نوا خبرنگار ما در کابل با شماری از این معماران صحبت کرده. قصر تاریخی افغانستان که به دست مردان دیروز تخریب و با فکر زنان امروز ترمیم می شود. مهندسانی که در طرح ترمیم این قصر نقش برجسته‌ای دارند.
در فضای پرچالش کاری در کنار مردان دست به کار شدند تا آبادی را از روی کاغذ بر زمین پیاده کنند. تا سال گذشته 25 خانم به عنوان مهندس اینجا کار می کردند. اما حالا فقط 2 خانم. فقط 3 نفر هستند با ایده کار. زنان در افغانستان اکثرا دست کم گرفته می شوند. اما همین زنان امروز در تلاش تغییر این نگرشند. زمانی که ما در رسانه دیدیم که طبقه اوناس اینجا کار میکنه با ما بسیار یک شوق هیجان رخ داد. بسیار علاقمند شدیم که من باید در قصر دارالامان کار کنم. چون من استعدادش داشتم با اون مهارتی که داشتم میخواستم که من دوش از دیگه دخترها بتونم که اینجا کار کنم. امتحان دادم، با امتحان اولین دختر خانم بودم که من اینجا کامیاب شدم. خیلی از این کارم خوش هستم و دوست دارم این کارم، چون انجینری نه تنها با آقایان است بلکه دختر خانم ها هم میتونن این کار را پیش ببرن. فکری برای آبادانی و طرحی برای یک مسکن. مهندسی که سال هاست روی چالش ها خط زده و به کارش افتخار می کند. وقتی که کارش شروع کردم بسیار بر من مشکل تمام شده بود، چون بر من گفته شده بود که این یک مسلک مردان است و تو نمیتونی این را پیش ببری. اما به مرور زمان من خود وقتی که در کار دریافتم تانستم که واقعا این کار به شوق و ذوق خوبی را پیش ببرم و تقریبا 8 سال است که این کار را من پیش میبرم و اصلا مشکلاتی که بوده آیست آیست از سرهای خود پس کردم و حالا به حیث عامر یک بخش در شهرسازی کار میکنم. طرحی از دانشجویان سال دوم رشته ساختمانی، دختران پیشتاز و مشتاق یادگیری. سالها پیش شاید در چنین کلاسی حضور دختران انگشت شمار بود، اما حالا 1/3 کلاس را تشکیل می‌دهند. فقط فاکولتی ما می‌گوید 33% دانشجویان این دانشکده دختر هستند و این رقم هر سال رو به افزایش است. دخترای ما کلش وظیفه دارند. یک دختر فارغ فاکولتی ما بدون وظیفه نیست، اما یک تعداد بچهای ما اگرچه وظایف دارن خب وظایف دائمی نیستن، موقت بسیارش چی داره. سال گذشته بیش از 350 دختر در بخش‌های ساختمانی آموزش دیدند. امسال هم نزدیک به 400 دانشجوی دختر از این رشته فارغ‌التحصیل می‌شوند. دختران با این حضور در دانشگاه نشان دادند که دست کمی از همقطاران پسر ندارند. نسرین نوا، BBC، کابل. خانم حکیم، هیبه مجدآبادی که صحبت میکرد از این گفتش که یک جا اشاره کرد که فقط جامعه نیست که مقصره، خود زنها هم باید تلاش کنن که ترساشون رو بذارن کنار و قدم پیش بگذارن. یک نکته جالبش اینه که مثلا ما خیلی تلاش میکنیم که 50% کارشناسای برنامه هامون زن باشن. در موارد مشابه با تخصص مشابه احتمال اینکه کارشناس زن بپذیره در یک مورد تخصصی صحبت کنه بسیار کمتر از مردی با همون تخصص مشابه یا حتی تخصص کمتر. فکر میکنید راجع به این چه کاری میشه انجام داد که این نابرابری از بین بره؟ این نابرابری واقعیتش اینه که با خود خانوها هم به هر حال برمیگرده. خاطر اینکه شما زمانی که میخوان توی در واقع تراز یک کار کنین، احتیاج به تاسیس دفتر یا احتیاج به یک حد بزرگتر باشه. و از این حد بزرگتر بودن احتیاج به این داره که شما به معماری به کارتون حالت 24 ساعته نگاه کنیم و خب این برای خیلی خانوما که میخوان یه خانواده هم تشکیل بدن، دوتا رو با هم کار کردن پیچیده است. به خاطر همین خیلی از خانوما خودشون ترجیح میدن که در تراز یک نباشن و در تراز 2 کار کنن، به خصوص خیلی از معمارا. یعنی نمیشه فقط همه تقصیر رو داد به شرایطی که وجود داره، به خاطر اینکه طبیعته که خود خانوما به هر صورت میخوان تشکیل خانواده بدن و هر دو تاشو با هم امکانش نیست که بخوان هم در لول شغلی تراز یک باشن و هم در خانواده بتونن یه محیط گرمی ایجاد کنن. دقیقا این فشاری که جامعه میاره و زمینه های فعالیت زنان یعنی زنانی که بچه دارن به هر حال شرط برشون سخت‌تره. خانم حیری، نکته جالبی که اشاره کرده بودیم بحث اینه که 2 خواهر تصمیم گرفتید انجامش بدید و تصمیم و سعی میکنید که رول مدل باشید، الگویی باشید برای زنان دیگری که میخوان قدم به عرصه معماری بگذارن.
این مفهومیه که حالا خیلی بیشتر از گذشته ازش صحبت میشه، مفهوم این که زنها باید در کنار هم کمک کنن به زنان دیگه و بیارنشون بالا. میخوام ببینم تجربه شما در این زمینه چطور بوده. من با شما کاملا موافقم. و اولین پیشرفتی که زنها میتونن بکنن به خصوص در حرفه های مردانه کمک و حمایت از همدیگه است. من همیشه گفتم یکی از سخت‌ترین و مشکل‌ترین موانع و سدها جلوی ما برای پیشرفت زنان معمار بودن، نه آقایان معمار. و یه حالتیه که شما میدونین زنا رو مسابقه بود بین تک گروه هایی که وجود داشتن و برای همین الان دیگه اون موقعیت نیست و با حسادت و جلوی پای همدیگه سنگ انداختن هیچ کس به هیچ جایی نخواهد رسید. در هر صورت، در صورتی که اگر اینکه با همدیگه کمک کنن، دست همدیگه رو بگیرن و همدیگه رو بالا بکشن، جامعه هم خب به اونها کمک خواهد کرد و به یک طبقات بالاتری خواهند رسید. ولی من چیزی که میخوام به شما اشاره کنم، چون که اولش صحبت کردین که چرا وقتی از زنان اجازه میخوان که بیان صحبت کنن و یا در یک داوری و غیره شرکت کنن خیلی کمتر حاضر خواهم بود که این کار رو انجام بدن. والا ببینین هر چیزی یه مقدار تجربه لازم داره و ما برای خاطر اینکه جوانان و زنان جوان معمار رو به خصوص آماده کنیم برای کارهای بالاتر، برای معماری بهتر و با ارزشتر، مجبوریم یک زمینه و یک به اصطلاح سکویی درست بکنیم که بتونن همه همونجور که گفتین با برابری و یکی بودن خلاصه بتونن اینا شرکت کنن در مسابقه های مختلف و در پروژه های ملی. من میخواستم الان اینو اعلام بکنم که به خاطر اینکه ما از همون اول تجربه کردیم که مهمترین در حقیقت چیز برای یک جوان معمار اینه که تجربه، شناسایی و حمایت جامعه رو داشته باشه. صحیح. بنابراین با کمک دکتر محمد بلادی، دبیر اتحادیه معماری و شهرسازی ایران و حمایت دکتر مهربان و دانشگاه رازی کرمانشاه، در تدارک یک مسابقه هستیم که طرح برنده شده را برای یک سال موقتی در یک پارک عمومی ساخته بشه و نظیر گالری سرپنتین در لندن یه زمینه بشه برای آزمایش معماری نوین. چقدر فکر خوبی. جوانان معمار. بله، فکر بسیار عالی خانم حریری. من فقط باید عذرخواهی کنم چون زمانمون به شدت محدوده. من به بینندگان توصیه میکنم که از سایت شما احتمالا میتونن اطلاعات بیشتر در این زمینه برسونن و احتمالا اطلاعات عمومیش خواهد بود. گیسو حریری معمار همراه ما و نگار حکیم محقق و استاد دانشگاه، سپاسگزار از حضور هر دوی شما در برنامه. سپاسگزارم. بعضی زنان نگرانن که تشکیل خانواده یا داشتن فرزند سد راه موفقیت هاشون بشه، اما برای یکی از زنان موفقی که با او صحبت کردیم داستان به شکل دیگری بوده. حرفای حاله میهنی رو از زبان خودش بشنویم. من تقریبا 18 سال پیش مهاجرت کردم و به بوستون اومدم. خانواده داشتم، ازدواج کردم و تقریبا میتونم بگم که انگلیسی هم نمیتونستم صحبت کنم، خیلی در مقدار کمی، و ایران دیپلم گرفته بودم. بعد اومدم اینجا دیگه شروع کردم با کلاس های انگلیسی. بعد از 2 سال فوق دیپلمم رو گرفتم. بعدش هم درسم رو ادامه دادم تا سال 2015 که دکترام رو توی بایومدیکال انجینیرینگ هم بایوتک گرفتم. واقعا باورم اینه که انقدر ما زنای ایرانی
قدرتمند هستیم و توانایی داریم که متاسفانه بارور نشده به خاطر حالا یا فرهنگمون بوده یا هر شرایطی که توش زندگی کردیم، ولی خیلی بیشتر از اونی که فکرشو میکنیم توانایی داریم. اجازه بدین که این قدرت ها توتون پرورش پیدا کنه، رشد کنه و ازش استفاده درست بکنیم و وارد علم و تکنولوژی شدن یکی از بزرگترین راه های موفقیت برای خانوما، برای اینکه میتونن از این قدرتشون استفاده کنن. قدرت های خودتون رو بشناسین و شما نزدیک بشین به دیگران، اجازه بگیرین که اون فرصت رو بهتون بدن که خودتون رو ثابت کنین، اون در حقیقت اونطوری برای خودتون اون موقعیت رو به وجود میارین. کسی نمیاد این موقعیت رو به شما تقدیم کنه. بهترینه که از همدیگه کمک بخوایم و دست همدیگه رو بگیریم، حتی اگر که میبینیم که یکیمون ممکنه خجالت میکشه یا نزدیک بشه یا هر چیزی، یه مقداری به همدیگه کمک کنیم که همه وارد قسمت پروفشنال بشیم و به همدیگه اون رشد، فرصت رشد رو بدیم. تلاش میکنیم که در سالهای آینده هم پروژه صد زن رو ادامه بدیم و این کار منوط به همکاری شما. نظرات و پیشنهاداتتون رو بفرستید. همینطور اگر زنان موفقی اطرافتون میشناسید به ما معرفی کنید. سری برنامه‌های صد زن امسال رو با یک نمایش مفهومی کوتاه به پایان میبریم. نمایشی که تلاش فردی زنان و همینطور حمایت اونها از یکدیگه، چیزی که ما امشب خیلی روش تاکید کردیم، رو نشون میده. با شایل پرینس و شارلوت اسلیتر از تئاتر سیمیا همراه بشید. در برنامه هفته کلیک
به جراحی روبوتیک میپردازیم و یه عمل جراحی رو از نزدیک بررسی میکنیم. همینطور سری به هند میزنیم تا ببینیم اوضاع پخش اخبار دروغین از واتساپ چطوره و خواهیم دید استفاده ورزش گلف از فناوری چه چیزایی میتونه باشه. کلیک از تلویزیون فارسی بی بی سی.